خب حرفه ای ها رسیدیم به یک قصه متفاوت. میخوایم بین نقاط پیکسلی ویدیوی سری خط سفید رسم بکنیم، چه کنیم؟ من اینجا اگر دقت بفرمایید در پروژکتم یک ویدیو دارم که کامپوزیتی براش تشکیل شده و ویدیوم چیزی نیست جز یک قسمتی از یک ویدیو در مورد یک باغ معروفی فکر میکنم در شیراز. نه، میخواییم اینجا لاین هایی رو رسم کنیم، چه بکنیم؟ خب اول از همه من این رو یک پری کامپوزیت ازش میسازم به نام باغ. میخواییم بریم باغ. اوکی، حالا که کامپوزیت دارم به این شکل که خیلی هم کامپوزیتم گنده شده و با پیج آب فریم میام عقب تا برسم به صحنه‌اش و این کامپوزیت رو از اینجا آلت براکت میکنم تا از بین بره. من این رو با افکت 3D کامرا آنالیز میکنم و در قسمت ادوانس اون رو روی تیپیکال میذارم. 234 فریم داریم که آنالیز بشه. میخوایم بریم باغ. تا آنالیز بشه از این براتون بگم که رفقا ما چند مدل بشکن داریم. یکیش اینه و ترکیب یه دونه هم داره خیلی داهاتی اینجوریه. وقتی بتونی با یکی از اعضای بدنت خیلی قشنگ بودی بار بنویسی قسطنطنیه، اینو میزنی میایی تو مجلس. من تو بلد نیستم ترکیبش میشه این. این خودم اختاره کردیم، دستو اینجوری میکنیم اینجا میاد. تونستیم برای باقی که میخواییم بریم انواع بشکن یاد بگیریم. 3D کامرا هم داره تموم میشه، سالوینگ میکنه و میریم که داشته باشیم. خب تمام نقاط رو برامون به دست آورده. الان اگه بریم جلو میبینید که نقاط زیادی رو دارم و من میتونم هر کدوم اینها رو انتخاب کنم. بسیار عالی. خب تصمیم بگیریم که این انیمیشن لاین از کجا اجرا شه. من ترجیح میدم که مثلا از اینجا باشه. خب پس من زوم میکنم به عنوان مثال. من ترجیح میدم که از اینجا به اینجا باشه. ببینیم اینجا چی داریم. این نقطه رو انتخاب میکنم، کلیک راست، create null and camera. درست شد؟ create null and camera. خب میام این طرف مثلا create null. یک نال آبجکت درست کردم و میبینید که دوتا نال برام زده. خب فرض کنید که اون بیاد تا مثلا اینجا create نال. سه تا نال دارم که میتونم اسمشون رو بذارم. مثلا نال های یکم اسمشون میذارم N1 هام، نال یک. اینا معرف گروه در واقع به جای N1 میذارم N. اینا معرف گروه N هستن. حالا مثلا اسمشون باشیم گروه N، میتونیم بذاریم N1 ها. آره این بهتره. N1 خیلی خوب. بریم عقب. در مورد میتونیم بریم جلوتر هم ببینیم اینجا
اگر زوم کنیم و روی 3D کامرا یعنی بیستیم در افکتش، حالا اگر زوم کنیم میتونیم نقاط دیگه ای رو هم به دست بیاریم. مثلا اینجا create null، create null و باز به اینجا مثلا create null. دوباره سری null داریم، میتونیم اینا رو بذاریم into enter and 2 enter and 3. خب اگر ببینید داره قسمت 3D هم فعال میشه در مورد نال ها، که این خیلی مهمه برای ما. خب شاید همین دوتا کافی باشه برای ما و بیشتر از این نخواسته باشیم، با اینکه در اختیار خودمونه این مسئله که به چه شکل باشه. اینجا هم میتونیم کار دیگه مشابه بکنیم، مثلا از این نقطه به عنوان مثال از اینجا create null کنیم به اینجا، به اینجا، دوباره اینجا. اینا گروه entry ما هستند. خیلی خوب، من در مسیر حرکت دوربین و بر اساس افکت خودم که همون در واقع 3D camera tracker باشه، سه نقطه انتخاب کردم و هر کدوم رو با یک گروه دسته‌بندی کردم. حالا برای همین در واقع کاری که دارم، میام یک ماجرایی رو درست میکنم. میام اینجا و پلاگین پلکسیس رو میندازم روی باق. اینجا سوالات مهم میکنه، البته به این دسترسی خواهیم داشت، اما اینکه باز شد اینجا از جیومتری روی لایر میذارید و رندر رو حتما روی لاینز فعلا این اینجا باشه. خب این پلاگین اضافه شده به باق و ما میخواییم بگیم چه بکنه. از اونجایی که من اینو به باق اختصاص دادم به مشکل خواهم خورد، چون برمیداره رنگ های در واقع موجود رو به هم وصل میکنه و لاین میکشه. این اصلا جالب نیست. اینه که من این پلاگین رو دیلیت میکنم از روی باق و یک سالید درست میکنم. اون سالید رو در واقع بهش پلکسوس میدم. خب این سالید هم هست، این رو من بالاترین لایه میبرم بالا و پلکسوس رو به اون میدم. دوباره اینجا رو روی لایه ها انتخاب میکنم. پلکسوس خیلی خوبه برای مدیریت پارتیکل و کاری که ما داریم بهش میگیم که از کاراشه، خیلی کارهای دیگه هم میکنه. رندر رو روی لاین گذاشتم، حالا دیگه روی بلک سالید دارمش. خب اینجا میذاریمش نوع پردازش رو میذاریم 3D باشه. اینجا نال ها انتخاب شده باشه، اینجا گروه اول رو انتخاب میکنم یعنی N1 ها. و آیا از لایه بگیره؟ خیر، سفید باشه. بله، خطا سفید باشه. میتونیم خطا رو مشکی کنیم، البته خط مشکی هم اینجا قشنگ خواهد شد. شاید مشکی کنیم قشنگ ترش. اوپاسیتی خطا 100 باشه و گروپ ما اینجا هست،
خواهش نداریم. تحت عنوان گروه یک میتونیم بگیم اینا هستن. من این اینجا رو میبندم، شما گیج نشید. خب من از این پلکسوس لایر آبجکت یه کنترل دی میزنم تا دوباره به این لایه یه دونه دیگهش داده بشه در دومان آبجکت دو. همه اینا سر جاشه، فقط اینجا گروه ان دو رو معرفی میکنم و اسمش رو میزنم گروه دو. یک بار دیگه کنترل دی میزنم، اینجا گروه ان سه رو معرفی میکنم و اینجا میزنم گروه سه. وقتی که بیایید در پلکسوس رندر میبینید که اینجا رو ما قبلا از نوع لاین کردیم، پس شد یک دو سه. یک پلکسوس لاین دارید اینجا، یک پلکسوس لایر. پلکسوس لایر ببخشید، پلکسوس لایر ها در واقع همون هایی که ما از اون تنظیم میریم روی پلکسوس پوینت. روی پوینت که میستید پوینت سازهاتون رو میتونید تعیین کنید. مثلا میتونید بگید من پوینتم میخوام چقدر باشه. پوینت ها رو میبینید که دارن مشکی میشن. اینجا اگه دقت کنید پوینت ها دارن سایز میگیرن. خب این سایز ها باید سایز های خوشگلی باشه. اینه که من رو مثلا روی 20 نگه میدارم و اینجا ارزم به خدمتتون میتونیم بگیم همه گروه ها فعلا و این باشه. حالا بریم سراغ لاین رایزی که شما انتخابی. از نظر اپاسیتی میگیم کل مسیر رنگیشه. من اینجا رو یه ذره کم کنم شما ببینید. و پلکسوس لاین اینجا خطوط رو شروع میکنیم رسم کردن. با کشیدن این خواهید دید که خطوطی بین اینجا داره شکل میگیره که من خودم دارم میبینم و این خطوط خطوط خوبی هم. اونتا رنگش رو مشکی کردیم دیگه، برگردیم رنگشون رو دوباره سفید کنیم چون خوب دیده نشد. این یکی، این یکی و این یکی هم انجام شد. دبیا میدونم که مغزتون داره سوت میکشه، خودتون خواستید. نمیگه استاد افتید به ما که یه بیدین استاد افتید، اینم افتید. خب بین خطوط میبینید که بین نقاط میبینید خطوطی داریم، نقاط سفیدند و اینجا شما میتونید قطر خطارم اینجا تغییر بدید. مثلا ببینید کلوفشه، نازکشه. من اینو مثلا روی پای دو نگه میدارم، اینجا دقتش رو میبریم بالا 250 تا و اینجا خطوط رو دیگه کشف کرده. مثلا رو پای 6000 تا بذارید خودش پیدا میکنه. این هم 250. خیلی خوب، تا اینجا ببینیم چی داریم. نگاه کن، اینا سئویی هستش، یعنی شما دارید لای خطوط عبور میکنید. واو. خب من اضافه شو بزنم، ما تقریبا از اینجا میخواییم. پس به طور کلی کامپوزیتمون رجا به قبل پاک میکنیم و تا اینجا کامپوزیت رو با شیفت به اول پروژه انتقال میدیم. من اینجا زومش رو باز کنم که حرکت راحت تر شه. خب ببینید از اینجا در نظر میگیریم. البته چون در حالت پری کامپوزیت هستیم به این شکله. من دوربین رو من دیویت میکردم، البته ماشاءالله به این
بعضی موقع اساتید یه کاری میکنن که مایه شرم و ننگه. خب ببینید، نقاط رو پیدا کرده، به هم وصل کرده، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. این یک افکت هست که ما انجام میدیم، خوشگله و گاهی پیش میاد که شما در کارهای خیلی شیک و مجلسی ازش استفاده میکنید و براتون خوشگله، معنی داره. من تا اینجا نگر میدارم در واقع اندامو. اوکی، حالا چند تا تنظیم داره این که بامزه است. یکی این که این خطا یا باید حتما برای تنظیم کلن پلکسوس باید برید روی اون سالیدتون بیستید. یکی این که اینجا در قسمت لاین شما میتونید بگید که در این قسمت میتونید بگید این لاین ها فقط بین گروه های خودشون رسم بشن. در این صورت وقتی میزنید اگر دقت کنید به عنوان مثال این ستا که انتخاب شده بودن بین خودشون هستن و بعد بعدی و بعدی و بعدی، البته ما بذارم رندشه، ولی این ستا با هم دیگه هستن. وقتی جلوتر میرید اون گروهی که انتخاب کردیم تحت عنوان N2 با هم دیگه دارن کار میکنن، N3 هم با هم دیگه دارن کار میکنن، اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. وقتی این در واقع سیم گروپ رو میذارید روی All، در واقع همه گروپ ها با هم دیگه میکس میشن. ببینید این میره تا اینجا، این گروپ برای خودش هست که من نمیدونم کجاست، این گروپ برای خودش هست. حالا یکی از زیباتریناش همین خط هست. پس same group و all group، different group هم که معنیش این هستش که در واقع به گروه های دیگه وصل بشه، این به جای اینکه به گروه خودش وصل بشه این وصل میشه به در واقع گروه های دیگه و همینطور اونهایی دیگه. دیفرنت گروپ هم الان من میبینم قشنگ شده. حالا بذاریم باشه. چیز دیگه ای که خیلی جالبه اینجا میتونید انجام بدید، میتونید اینجا انواع حالتهای اوپاسیتی رو در نظر بگیرید برای اینا و همونطور که میبینید اینا مثلا در انتها دیگه خیلی دیده نمیشه. این چیزی مثل این مثلا جالبه، گروه ها در واقع در دود دست که میرن حذف میشن. حالت های نمایش اوپاسیتی رو براتون اینجا مدیریت میکنه. من خودم الان مثلا از این خوشم اومده، اسموت هم میتونه بکنه، فلیپ هم میتونه بکنه، قرینشه و فیل که کاملا خطا رو رسم میکنه. این خلاصه قصه هست که شما باید یاد بگیرید به عنوان یکی از پلاگین ها. پلاگینش رو در کانالم قرار میدم. اجازه بدید اینو تمام صفحه کنیم، براتون اینو من فیت کنم، تمام صفحه کنم، اینجا رو هوم بزنم و بعد لذتشو ببریم. از این بشکنم. خوب شده دیگه، خدا وکیلی قشنگ شد دیگه. حتی میتونید رنگ های مختلف کنید و سفید قشنگ تر، بعد اینجا بنویسید، نوشته هاتون حرکت کنن، کارهای افکتیو قشنگی میتونید بکنید. خلاصه بیاییم بریم باق. حالا یه دونم با چیزش رو تمام صفحه ببینیم، با all groups ببینیم چطور میشه. all groupsش خیلی شلوغ میشه و جالبه. نه اوکی، این بود پس پروژه پلکسوس. خدافظ.